بسم الله الرحمن الرحیم در چند مورد گرفتن روزه حرام هست که به بعضی از مواردش اشاره کردیم یکی از موارد این هست که اگر به واسطه ی گرفتن روزه مستحبی توسط خانمی حق شوهر زایع بشه در این صورت خانم نمیتونه روزه مستحبی بگیره و اگر بگیره مرتکب حرام شده مورد دیگه اگر فرزندی بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیره بعد در بین روز پدر اون رو نهیش کنه و بگه افتار کن اگر به واسطه افتار نکردن پدر اذیت بشه واجب افتار کنه یعنی حرام روزه خودش رو ادامه بده اگر پدر نهیش کرد که روزه باز کن اگر روزه رو باز نکرد و پدر اذیت شد گرفتن اون روز روزه اون روز حرام هست براش نه تنها اینکه ثواب گیرش نیامده گناه هم گیرش اومده <applause> این هم یک مورد دیگه از مسائل در باب اینکه روزه حرام در این دو مورد گرفتن روزه حرام هست اگر کسی علم پیدا کرد که روزه گرفتن براش ضرر داره یقین داره روزه بگیره این روزه گرفتن براش ضرر داره این شخص نباید روزه بگیره و اگر روزه بگیره مرتکب حرام شده گناه کرده مثل کسی که سالمه و روزه نمیگیره چطور کسی که سالم روزه نمیگیره مرتکب حرام شده کسی هم که مریض هست بیمار هست اگر روزه بگیره مرتکب حرام شده یعنی کار حرامی انجام داده حالا این شخص علم داره روزه گرفتن یقین داره روزه گرفتن برای ضرر داره حتی اگر دکتر بگه ضرر نداره باید به علم خودش رفتار کنه برعکس شخص خودش میدونه روزه برای ضرر نداره ولی دکتر میگه روزه برات ضرر داره این شخص باید روزه بگیره چون خودش یقین داره روزه برای ضرر نداره پس ملاک علم خود انسانه گفته یه دکتر میتونه کمک کنه که انسان به علم برسه اگر کسی از گفته یه دکتر یقین پیدا میکنه اشکال نداره به حرف دکتر گوش بده چون خودش نمیدونه ولی گاهی خود انسان میدونه وقتی خود انسان یقین داره نیاز نیست به تجویز دکتر توجه کنه مسئله بعدی اگر کسی احتمال بده که روزه برایش ضرر داره. مورد قبلی چی بود؟ یقین داشت. حالا احتمال میده. احتمال چقدر بود؟ پنجاه درصد از یک درصد تا نه درصد و میگن چی ؟ احتمال. احتمال میده کسی که روزه برای ضرر داره. ولی همراه این احتمال، نوعی ترس هست احتمال میده ضرر داره و میترسه نکنه صدمن بخوره بیماریش شدت پیدا بکنه بیماریش یه طوری بشه دیگه نشه جبرانش بکنی همراه این احتمال یه ترسی هم هست و اقلا، اقلای جامعه افراد دیگه جامعه میگن این ترسش بجاست ممکنه کسی اصلا ترسوه یا یه مقدار وسواسه یا به, هر شکل بیجا می ترسه اون ترس مهم نی ترسی اقلائی که دیگر مردمم اگر بشنون بگن حقشه به ترسه پس چند تا شد سه تا قید خورد یک احتمال بده که ضرر داره دو ترس داشته باشه که ضرر داشته باشه براش هم یعنی زمیمه این احتمال ترس هم باشه سه اقلا این ترس را تایید کنن و بگن عادیه اقلاییه در این صورت این شخص نباید روزه بگیره و اگر روزه بگیره مرتکب حرام شده اینا مواردی که امشب گفتیم همه مواردی است که کسی روزه حرام بگیره یا روزه اگر گرفت مرتکب حرام شده خب اگه کسی حالا مسئله داره بپرس روز مرتکب حرام بشه کفاره نداره فقط همین مرتکب حرام شده باید استغفار کنه باید هم استغفار کنه استغفارم واقعی طوری که دیگه یعنی مرتکب حرام نشه به این معنی خب صلوات بفرست هر به حضور شما که یعنی <applause> اگر روسری سر کنه از کار بیرونشون میکنن خب بهتر میرن تو خونه راحت در زیر کولر در تابسون عذرم دارن برای همسرشون میگن من از کار بیرونم کردم بله البته اینجا قانون نیست که اگر البته خب فشارهای میارن غیر مستقیم بهانه های دیگه میارن ولی نمیتونن مستقیم بگن به خاطر حجاب تو رو از کار بیکارت میکنیم ولی حالا مسئله شما مسئله شما ببینید حجاب یه تکلیف مستقل دینیه و روزه گرفتن یک تکلیف مستقل دینی هر کدام اینا ترک بشه انسان معصیت کرده کار حرام انجام داده ولی حرام هر کدام سرایت به دیگری نمی کنه. یعنی اگر کسی خدای نکرده هجاب و رعایت نکرد و روزه گرفت روزش درسته ولی از اون طرف به خاطر عدم رعایت هجاب مرتکب معصیت شده مثل کسی که خدای نکرده علیه و بالله نماز نمیخونه ولی روزه میگیره روزش درسته ولی اون نمازی هم که نمیخونه اونجا بالاخره باید جوابگو باشه معصیت کرده و گفتیم هم کسی که نماز نخونه اصلا دیگه به بقیه اعمالش نگاه نمیکنن اولین سوال درباره نمازه این مثال زدم به این جهت که بگم اینها هر کدوم از واجبات و تکالیف شرعی اینها واجبات مستقل شرعی هستند برای هر کدامشان پس جواب شما این شد که روزش درسته ولی مرتکب معصیت شده طبیعتا ثواب روزش هم کمتر خواهد بود خب بازم سلوات بفرست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارضين بأبو القاسم محمد <applause> وصل على أئمة المعصومين الهداة المهديين لا سيما إمام العصر وناموس الدهر حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ يحب احدكم احدکم ان يأكل لحم اخیه میتا فكرهتم فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم دیشب بیان شد که آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات متضمن سه دستور مهم اخلاقی است و در واقع سه نحیه از نحیه هایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف داره در این آیه آمده نهی اول این بود که از بسیاری از زن و گمان ها دوری کنید زن و گمان هم گفتیم پنجاه و یک درصد تا نود و درصد داخل در زن و گمان است بر مبنای یک خبر که منشه اون گمانه یا زن یعنی انسان علم نداره به یک مطلب علم نداره به یک مطلب حق نداره قضاوت کنه و خداوند میفرماید دوری کنید این یک مطلب دوم ولا تجسسو جاسوسی نکنید سرک به زندگی مردم نکشید جاسوسی گفتیم یا در محدوده زندگی شخصی و فردی افراد است گاهی هم در محدوده یک جامعه و کشور هست و گاهی هم در سطح بین الملل همه موارد جاسوسی رو شامل میشه یه نکته ای اینجا هست که بعضی خواستند از این سیره پیغم پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم این استفاده رو کنن که پیامبر عیون داشت عیون جمع عینه عین در لغت عرب برخی گفتن هفتاد یا هشتاد معنا داره یکی از معانی عین یعنی چشمه سرچشمه یکی از معانی عین این یعنی خود چشم یکی از معانی عین یعنی جاسوس آیون جمعش میشه یعنی جاسوس ها استناد میکنند به بعضی از قسمت های تاریخ که پیامبر عیون داشتند پیامبر افرادی رو میفرستادند که خبر بگیرند از دشمنان از کفار از مشرکان از کسانی که میخوان حمله کنند و صدمه بزنند به مسلمانان و بر مبنای این استفاده میکنن میگن پس ما هم به عنوان یک مسلمان می توانیم برای دیگران عین یا جاسوس بگماریم و استخدام کنیم که این بطلان این عقیده کاملا روشن و واضحه چرا برای خاطر اینکه پیامبر در قرآن هم میفرماید در اولا به انفسکم. اگر تعبیر رو دقیق خونده باشم ولی هست در قرآن که پیامبر اولاست به نفس شماست در روز قدیر پیامبر قبل از آنی که بیعت بگیرد از مردم برای امیر مؤمنان سوال کرد الست الستو اولا به کم؟ آیا من سزاوارتر به نفس شما از خود شما نیستم یعنی چی یعنی پیانبر اختیار, اختیار جان, و نا جان و ناموس و آبروی ما رو داره از خود ما بیشتر این معنای اولویت پیانبر در اختیار داشتن بر نفس ما پیامبر اولاس بر انفس بر جانها بر مردم سزاوارتر است و اختیار جان انسانها رو بیشتر از خود مردم داره پیامبری که این چنین است و قرآن تصریح به اون دارد و روز قدیر این سؤال رو کرد و مردم و مسلمان ها همه تایید کردند گفتند بله یا رسول الله تو اختیار جان و ناموس و آبروی ما رو داری بیشتر از خود ما این پیامبر با این اختیار اولا و با داشتن اسمت سانیان اسمت یعنی چی؟ یعنی پیامبر خطا نمیکنه پیامبر با فرستادن جاسوس یا با به اصطلاح فرستادن عین یا خبرچین که مسلحت عامه مسلمانان رو داره لحظه ای و ذره ای خطا نمیکنه چه کسی میتونه چنین ادعایی کنه که من جاسوس میفرستم و جاسوس من خطا نکنه من جاسوس میفرستم و جاسوسی اون صدمه به آب روی مردم نزنه صدمه به جان و حیثیت و زندگی مردم نزنه چه کسی میتونه چنین ادعایی کنه پیامبر اسلام دو ویژگی داشت که هیچ کس غیر از پیامبر و جانشین پیامبر که امام معصوم است اون ویژگی رو نداره چطور شما همون اختیار پیامبر رو میدید به اختیار به دیگری میدید به غیر از پیامبر پیامبر اولا اختیار جان مسلمانان رو داشت بیشتر از خود مسلمانان این ویژگی اول ویژگی دوم پیامبر اسمت داشت و بر مبنای اسمتش خطا نمی کرد و فرستادن جاسوس یا خبرچین برای خبر گرفتن مسلحت عامه مسلمانان صدمه به حیثیت و آبروی مؤمنان نمیزد از طرف دیگر این دو برای پیامبر که ندارد غیر پیامبر از طرف دیگه پیامبر برای مشرکان و کفار میفرستاد نه اینکه این عمل پیامبر را ما مستمسک قرار بدیم جاسوس برای مسلمان بفرستیم مسلمان برای مسلمان جاسوسی کنه پیامبر خبر میگرفت از مشرکان نه اینکه خبر بگیرد از مؤمنان نه اینکه سرک بکشه به زندگی خصوصی مردم ببینید این تحریف دینه این دین رو بازیچه هواهای نفسانی خود قرار دادنه و ملعبه دست خود قرار دادنه اینو باید توجه کنیم که چون حالا پیام بر اون کار رو میکردن پس, ما هم اجازه داریم این کار رو بکنیم این چنین نیست بس دستور دوم ولا تجسسو دستور سوم ولا یغتب بعضکم بعضا که امشب میخوایم بیشتر روی این مطلب صحبت کنیم بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رو نکنید ایحب احدکم آیا دوست دارد یکی از شما ان یاکل لحم اخیه میتا آیا دوست داره یکی از شما گوشت برادر دینی خودش رو بخوره گوشت مرده برادر دینی خودش رو که یعنی گو یا یک نفر مرده شما چاقوی قیچی بر میداری قسمتی از بدن او رو قیچی میکنی میخوری این تصریح آیه قرآنه آیا دوست دارد کسی از شما گوشت مرده برادر مؤمن خودش رو بخوره فکره تومو پس شما کراحت دارید از این خوردن گوشت برادر مؤمن خودتون فتق الله ان الله تواب و رحیم پس تقوای خدا پیشه کنید حالا که غیبت کردید تقوای خدا پیشه کنید و توبه کنید ان الله تواب و رحیم خداوند بسیار توبه پذیر است اولا اینجا همینجا من عرض کنم توبه کردن غیبت مثل توبه کردن بعضی از گناهانی که فقط حق الله باشه نیست یه معصیتی کسی میکنه حق الله خدای نکرده نماز نمیخونه خب اینو تدارک میکنه میره نمازش قضا میکنه بین خودش و خدای خودش هم توبه میکنه ولی غیبت هر چقدرم توبه کنی و استغفار کنی الان تا قیامت تا نری حلالیت نطلبی از اون کسی غیبتش کردی فایده نداره این استغفارت باید بری اول اون از اون حلالیت بطلبی بگی من غیبت تو رو کردم البته یه دستور دینی دیگه هم داریم اگر کسی اومد پیش شما و گفت من غیبت شما رو کردم دیگه وارد جزئیات نشید سوال نکنی کجا غیبت کردی چی گفتی همه رو باید دقیق برا من بگی پیش کیا گفتی بگی من بخشیدم بده انشاءالله خدا هم تو رو ببخشی غیبت چیه؟ بالاخره یک خطایی یک عیبی تو داشتی اون رو نزد دیگری بازگو کرده اگر دروغ باشه که تهمته پس از یک طرف اگر میخوایم حلالیت به برای غیبت باید اگر بخوایم تدارک کنیم برای غیبت اول باید حلالیت به باید بریم از او بخواهیم که ما را ببخشیم دوم اینکه استغفار کنیم بین خودمون و خدای خودمون واقعا تصمیم بگیریم غیبت نکنیم روایات تکان دهنده ای درباره غیبت اینکه متن آیه قرآن بود که براتون خوندم غیبت کردی مانند این است که گوشت برادر یا خواهر دینیت رو که مرده جدا کردی گذاشی دهانت و مثالش رو و شعن نزول این قسمت رو هم گفتیم که دو نفر از یاوران پیامبر از اصحاب پیامبر سلمان و فرستادن که برو از خزاندار بیت المال مسلمین برای ما غذا بیاور اون شخص آمد نزد پیامبر پیامبرم فرستاد پیش خزاندار خزاندار گفت نداریم الان پول و غذایی چیزی در بیت المال نیست برگشت سلمان پیش اون دو نفر و گفت چیزی نداشت و خزاندار چیزی نداشت این دو نفر غیبت سلمان و خزاندار رو کردن هر دو بعضی میگن خزاندار اسامه بود اسامت ابن زید یا اسامه دیگه اسامه نامی بود خزاندار گفتند اون اسامه بخل کرده خسیس بوده نخواسته پول و غذا بده برای ما سلمان هم اگر خلاصه دم چاه آبدار هم بره اون چاه خشک میشه پشت سر سلمان هم حرف زد بعد اینا اومدن گفتن بریم خودمون بریم پیش پیامبر تحقیق کنیم ببینیم اینا راست میگن یا نه سلمانی که پیامبر میفرماید سلمانو من نا اهل البیت این لقب رو در روایات فقط به غیر اهل بیت خداوند تبارک و تعالی فقط به سلمان داده و ابوذر نداریم دیگه به ابوذر هم داره روایت حالا این روایت یا از امیر المؤمنین درباره ابوذر ظاهرا سلمان و ابوذر من ناهل البیت درباره ابوذر از امیر المؤمنین درباره سلمان از پیامبر من ناهل البیت این سلمان که پیامبر این طور ازش تعبیر میکنه این ازهاب نادان و جاهل شک میکنن در گفتارش میگن خودمون بریم پیش پیامبر اومدن پیش پیامبر پیامبر هنوز اینا صحبت نکرده گفتند و فرمودند از دهان شما بوی تعفن میشنوم و استشمام میکنم گویا شما گوشت بدن مرده برادر خودتون را خورده اید حالا پیامبر چون روحش پاک و الهی و زلال هست حقایق رو عینه میبیند لمس میکند استشمام میکند و بعد فرمودند شما غیبت سلمان و اسامه رو کردید این متن قرآن و اما روایات تکان دهنده ای درباره غیبت داریم از جمله این روایت عنایت کنید در حدیثی هست از وجود مقدس پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤمن به قلبه ای کسانی که ایمان آوردید به زبانتون و به قلبتون ایمان نیاوردید یا معشر من آمن به و لم یؤمن به قلبه نکنه خود ما خدای نکرده مشمول این روایت پیانبر باشیم که ایمانمون زبانی باشه قلبی نباشه پیانبر داره مخاطب قرار میده حال ببینیم بعدش این علامت و این نشانه و ویژگی و خصوصیتی که پیامبر پیانبر بیان میفرمایند خدای نکرده در ما هست یا نه ای کسانی که ایمان رو به زبان جاری کردید و وارد قلبتون نکردید لا تقتاب المسلمین غیبت مسلمانان رو نکنید ولا تتبعوا عوراتهم چیزای مخفی اونها رو یا زشتی های اونها رو موارد پنهانی اونها رو برملا نکنید ولا تتبعوا اوراتهم فانه یعنی دنبال این نباشید که برید پنهانی افراد رو پیدا کنید عیوب پنهانی اونها رو جستجو کنید اگر چنین کردید اگر رفتید دنبال این که عیوب پنهانی مردمان را و مسلمانان رو پیدا کنید میدونید چه گرفتاری به سرتون میاد پیامبر میفرماید فانه من, تا من تتبع عورت اخیه تتبع الله عورته اگر کسی دنبال عیوب برادرش بره خدا دنبال عیوبش را میفته ها تو دعای کمل چی میخونیم یا ستار العیوب ای خدا رو صدا میزنیم ای پوشاننده ای با ای من رو بپوشان اون وقت از اون طرف به خدا التماس میکنیم عیبهای من رو بپوشان از اون طرف خودمون را میفتیم دنبال برملا کردن عیوب دیگران پیامبر میفرماید اگر را افتادید و دنبال کردید برای کشف عیوب مردم خداوند دنبال میکند عیوب شما را تا کجا دنبال میکنه دنباله روایت و رو عنایت کنید فانه من من تتبع عورت اخیه تتبع الله عورته خداوند این عیبهاش رو دنبال میکنه و من تتبع الله عورته کسی هم که خدا عیوبش رو دنبال بکنه یفضحه فی جوف بیته خدا آبروش رو تو خونه خودش میبره کسی که دنبال عیوب مردم راه بیفتد خدا دنبال عیوبش راه میفته دنبال میکنه خدا عیوبش را و کسی هم که خدا عیوبش رو دنبال بکنه آبروش رو میبره مفتزهش میکنه در خانه خودش در دل خانه و خانواده خودش این روایت پیامبر این یه روایت روایت دیگه انایت کنید در حدیثی آمده خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی فرستاد من مات این روایت تکندهنده دهنده عزیزان واقعا وقتی من این روایت رو دیدم گفتم هر کس تا قبل از شنیدن و خواندن این روایت کم و بیش دنبال یه نوعی غیبت بوده دیگه از این به بعد بهش نمیارزه حتی حتی بهش نمیارزه فکرم بکنه به غیبت خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام وحی فرستاد <تصفح> یا موسی من ما ابن من و فهو آخر من یدخل الجنه و هو آخر من یدخل الجنه اگر کسی از غیبت هایی که کرده توبه کنه گفتیمم توبه کردن از غیبت هم چیه مراتبش اینکه بره از اون حلالیت به طلبه اون راضی بشه این مراتب توبه است ها توبه غیبته اون راضی بشه و بین خودش و خدای خودش هم استغفار کنه خدام ازش راضی بشه این یعنی این یعنی توبه کننده واقعیه این تائب حقیقیه واقعا توبه کرده اگر چنین باشه خداوند به حضرت موسی علا نبی نا و و علیه السلام خطاب میکند کسی که از غیبت توبه کند این آخرین کسی است که وارد بهشت میشه وارد بهشت میشه ولی آخرین کسیه که وارد میشه عنایت کنی حالا اون کسی که توبه نکرده چی و من مات عَلَيْهَا علیها کسی که بمیرد ولی اصرار داره به غیبت کردن هرچی هم بهش میگه فایده نداره اصرار هم داری اصلا کارش تخصصش حرفش این انگار که فقط غیبت کنه آه؟ و من ما تمسرن علیها فهو اول من اول من یدخل النار اون اول کسیه که وارد آتش میشه این حدیث شریف است خطاب میکنه خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علیه السلام حالا بهش میارز بهش میارز ما هیزم جهنم دیگران بشیم اصلا چه فایده ای داره حالا من یه سوال میکنم خودمونی حالا ما غیبت کردیم با غیبت هم آبروی دیگری رو بردیم چی گیرمون میاد ها؟ حالا یه وقت آدم یه غیبتی میکنه لاقل یه پنج و شهز هزار دلار گیرش میاد ها؟ خدای نکرده لاقل دنیاش رو آباد میکنه حالا کسی یه غیبت میکنه نه دنیا داره نه آخرت چون هیچی تا به حال این همه غیبت کردیم الایاز و پل بر خدا هزاران هزار غیبت یه ده دلاری گیرمون اومده یعنی چی؟ یعنی خسرت دنیا و الاخره خب این هم روایت بعدی یه روایت دیگه هم بخونم براتون از پیامبر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من العاکلت فی جوفه تأثیر غیبت در دین که دین رو از بین میبره دین رو پیامبر میفرماید غیبت ویران میکنه از بین میبره حالا چطور از بین میبره میفرماید تأثیر ویران کننده غیبت در دین اثر ویرانگر غیبت در دین از خوره ای که به جان بیفتد اثرش بیشتر است چطور بیماری خوره خدایی نکرده اگه بیفته پناه بر خدا نمیدونم دیدید کسایی که بیماری خوره دارن یا نه کسی که بیماری خوره پیدا میکنه همینجور گوشتای بدن شروع میکنه بریختن گوشتای بدنش هی بدنش سوراخ میشه این سوراخ گوتر میشه بزرگتر میشه این بدنش میریزه مصری هم از هیچ کسی هم نمیتونه نزدیکش بشه قضا کسی نمیتونه بهش بده پیامبر میفرماید کسی که غیبت میکنه غیبت سریعتر دین رو میبرد از خوره ای که بر جان یک نفر بیفتد و بر جسم یک نفر بیفتد خوره چگونه به سرعت شاید کمتر از چند ماه نابود میکنه اون بیمار رو غیبت این طوریه این طوری دین رو از بین میبره روایت بعدی آخرین روایت رو بخونم و ارزم رو تمام کنم اعظم و میفرماید ان ان الدرهم الرجل من الربا اعظم عند الله في الخطيئة من 63 و يزينها الرجل کسی که یک درهم کسی که یک درهم ربا بخوره گناهش از این که خدای نکرده سی و شش مرتبه زنا بکنه بالاتره علیاذ بالله کسی که یک درهم ربا بخوره ببینید جامعه مسلمان ما چی شده چرا دعاها مستجاب نمیشه چرا این همه بدبختی ها زیاد شده چرا این همه طلاق ها زیاد شده چرا این همه ناهنجاری های اجتماعی و عرازل و اوباشی که به جان مردم میفتن زیاد شده چرا به هر دری میزنند گره از کار اقتصادی مردم باز نمیشه هی فقر و هی بدبختی و هی اعتیاد و هی بیماری های جور و جور و سکته های مغزی و سکته های قلبی و چرا ربا آمده از جامعه رو ویران کرده مؤمن مؤمنان رباخوار شدند این چه اسلامیه که دنبال میکنند و چه مسلمانیه که اسمش روی خودشون میگذارن میفرماید پیامبر اگر کسی یک درهم ربا بخورد گناهش یک درهم یعنی اگر ده درهم گناه بخوره ده درهم رو ضرب کن بر سی و شیش. یعنی سی و شست زنا انجام داده بدترش بدتر کسی که ده درهم رباه بخوره گناهش بیشتر از این که سی و زنا انجام بده اون زنایی که اون قباحت رو داره اون زشتی رو داره بر خدا خب حالا انایت کنید ادامه روایت رو کسی که یک درهم رباه بخوره گناهش از سی و شش عمل قبیه زنا بالاتره و ارب الربا ارض الرجل المسلم و بدتر از ربا خوردن آبروی مسلمان رو ریختن است حالا جایگاه غیبت برات معلوم شد حالا مشخص شد که اگر غیبت کنیم چی شده چه اتفاق وحشتناکی برای خودمون صورت دادیم و در چه منجلابی فرو رفتیم این از که آیه شریفه قرآن سراحت بر این مطلب داره چون وقت گذشته دیگه بیش از این این مطلب رو ادامه نمیدم انشاالله که ما به همین مقدار عبرت گرفتیم از روایت نورانی پیامبر و زوات مقدسی معصومین و یک بازنگری در رفتار و کردار و گفتارمون خواهیم داشت انشاءالله یه جمله هم از خطبه شعبانی پیامبر اضافه کنم مانند هر شب به مطلبمون پیامبر میفرمایند پیامبر میفرمایند این جمله رو دیشب بیان کردم چون ارتباط داره با جمله امشب سری مرور کنم او الیه ایدیکم به فی اوقات صلاتکم وقت اوقات نمازهاتون که میخواید دعا کنید دستاتون رو به دعا بلند کنید بعد از نمازها که موقعیت مهمیه برای استجابت دعا فإنها فا افضل الساعات نظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده خداوند با نظر رحمت در این لحظه به بندگانش نگاه میکنه وقتی نظر رحمت نگاه کرد چه میشود؟ یجیبهم اذا ناجوه اگر خدا رو بخواهید خدا بخانید خداوند شما را اجابت میکنه ببینید چه خدای مهربانی داریم و یلبیهم اذا نادو خداوند لبیک میگه به شما وقتی که خدا رو ندا کنید وقتی خدا را ندا میکنید میگید یا رب یا رب خداوند تبارک و تعالی این یا رب یا رب گفتن شما را این خواندن شما را لبیک میگوید و جواب میدهد و یعطیهم اذا, سال اذا سألوه و به شما میدهد اگر مسئلت کنید چطور یک فقیر و گدای میاد دست دراز میکنه محتاج میگه بده تو هم اگر سائل درگاه خدا بشوی و از خدا سائل کن سائل از خدا طلب کنی و سائل درگاه خدا بشی خدا هم بهت میده و یعطیهم خدا میدهد به این بندگانش که سوال کردن و یستجیب لهم اذا دعوه و خداوند اجابت میکند و جواب میدهد اگر که او را بخوانند و دعوت کنند پس همه اینها این عبارت ها برای یک معنای واحد است وقت نمازها بعد نمازها وقت استجابت دعاست بهترین وقت است بیایید خدا را بخوانید هر چی از خدا بخواید خدا بهتون میده ان ادامه فرمایشات پیامبر در خطبه شریف شعبانیه برای شبهای آینده عمری باشد و در محضر قرآن و روایات باشیم که پیامبر فرمودند انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی هر دو رو در کنار یکدیگر باید مطالعه کنیم، بخوانیم و با جان و دل بپذیریم و پیروی کنیم، ان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم اوض بالله من الشيطان الرجيم توجه کنید با خلوص نیت با توجه دعا کنیم ان شاء الله خداوند دعاهمون رو مستجاب کنه ما هر شب مخصوصا میگفتیم دو طفل مریض داریم براشون دعا کنید یه طفل مریض هست از بستگان در ایران هست و یک تفلی هم اینجاست که شبهای اولیه ماه مبارک رمضان پدر و مادرشون می اومدن و فرزندشون عمل جراحی چشم داره این پل که چشمش چسبندگی داره با حضور قلب امشه هم مادرش اومده در مجلس التماس دعای خاص گفته با حضور قلب با توجه دعا کنیم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی خداوند تبارک و تعالی و نظر لطف و مرحمت به این مجلس و محفل بیریای ما دارند و عنایت میکنند همه بیمارامون سرطانیامون همه گرفتارامون کسایی که دکترا جوابشون کردن مجروحان از شیعیان امیر مؤمنان که در این صدمات و یورش ها مجروح شدن و مصدوم شدن خصوصا این طفل رو دعا کنیم انشاءالله عمل جراحیش با موفقیت انجام بشه و همچنین هم... آجی عزیزمون رو دختر خانمشون مریض هستند دعاشون کنید مخصوصا همه بیماران در نظر بیارید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امبا یجیب المضطر اذا دعا و السوء أما يجيب المضطر إذا دعا فرج إمام, فرج إمام أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا شفاء مران اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدايا در فرج امام زمان تأجیل بفرما ما را از دوستان و پیروان واقعی امام زمان قرار بده نسل و ذریه ما تا قیامت لحظه از قرآن و اطرت و امام زمان جدا مگردان خدایا تاعات و عبادات ناقابل ما قبول درگاهت بفرما پروردگارا بیماران دردمندان ملتمسین دعا سرطانی ها دو طفل مریض مریضان حاضر در مجلس خدایا لباس عافیت بپوشان اموات و گذشتگان ما پدران مادران زبالحقوق حقوق اموات حاضرین ببخش و بیاموز خدایا توفیق اطاعت و عبادت خالصانه بیشتر به ما کرم بفرما در دنيا وآخرة ما از محمد وآل محمد جدا مجردون اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم العن, العن العصابة التي جهدت الحسين و شاید و باید و طابعت علا قتل اللهم العنهم جمیعا اللهم العن قاتلی از الزهراء سلام الله علیها حمد شفا رو بخونیم خصوصا در نظر بیاریم دختر حاجی رو و همدین حاجی های عزیز شهبر و همچنین دوست گفتم آقای فامیتو و همچنین, و همچنین بله, بله؟, بله؟ و, همچنین و همچنین جهت, جهت شفای این طفل, طفل مریض, مریض, مریض که انشالله عمل جراحی چشم داره در همه در بیماران, رو بیماران رو در نظر بیارید و, و همچنین بیماری دوست عزیزمون آقای تحویل داران انشالله که تنش و بدنش صحیح و سالم بشه, سالم بشه. همه ای کسایی که در مجلس هستن در بین خانما و از گفتن التماس دعا برای شفای همه بیماران با توجه حمد رو امشب بخونیم انشالله که امروز روز ولادت با سعادت امام مجتبا علیه السلام بود ایدی ایدی ما شفای بیماران باشه از دست با کفایت امام مجتبا علیه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبليه صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك ترعاه وتمتعه فيها طويلا برحمتك که یا جهت آمرزش و, و انواد پدرون مادرون زبل حقوق فاتحه و سلوات